رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی در توکیو گفته در صورت حمله چین به تایوان ارتش آمریکا آماده مداخله نظامی برای حمایت از تایوانه. آیا حاضرید برای دفاع از تایوان وارد مداخله نظامی شوید؟ بله. حاضرید؟ این تعهدیه که ما دادیم و بهش پایبندیم. البته فقط دقایقی بعد از پایان این جلسه مطبوعاتی یک مقام ارشد کاخ سفید این گفته ها رو اشتباه کلامی عنوان کرده و گفته منظور بایدن صرفاً ارسال تجهیزات به تایوان و نه مداخله نظامی آمریکا بوده. اظهارات بایدن واکنش چین رو که قبل‌تر هم بارها با آمریکا در مورد افزایش حمایت از تایوان هشدار داده بود برانگیخته. سخنگوی وزارت خارجه چین از اظهارات بایدن ابراز تأسف کرده و گفته برای جلوگیری از آسیب جدی به روابط دو جانبه واشنگتن باید از ارسال پیام نادرست اجتناب کنه. چین نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را با اظهارات ایالات متحده ابراز می کند. تایوان بخش جدایی ناپذیر از خاک چین است. موضوع تایوان صرفاً یک امر داخلی چین است و هیچ نیروی خارجی نمی تواند در آن مداخله کند. چین جایی برای سازش یا امتیاز ندارد. در مورد مسائل مربوط به منافع اصلی چین، مانند حاکمیت و تمامیت ارضی، هیچ کس نباید عزم قوی، اراده محکم و توانایی بالای مردم چین را دست کم بگیرد. این اولین بار هم نیست که جو بایدن از وظیفه آمریکا برای دفاع از تایوان در برابر چین گفته و کاخ سفید هم بلافاصله شفافسازی میکنه و از عدم تغییر سیاست آمریکا میگه. اظهاراتی که با سیاست دیرینه آمریکا در برابر چین که ابهام استراتژیک نام داره در تضاد. چین تایوان رو بخشی از سرزمین‌های این کشور میدونه و دولت این جزیره رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته. بر اساس قانون روابط تایوان که بیش از 40 سال پیش به تصویب کنگره رسیده، در صورت حمله چین آمریکا بدون مداخله نظامی به نیروهای دفاعی تایوان کمک میکنه. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست. آقای آرامش، گاف داده نه؟ هم تبریک میگم برای برنامه جدیدتون و اینکه هر دومون بالاخره از خاک آمریکا به این برنامه بپیوندیم. بله، به نظر من این گاف نیست. نه خیر، این دفعه سومی که از ماه آگوست تا حالا، یعنی از ماه اکتبر بودن 10 ماه پیش تا حالا، آقای بایدن سومین مرتبه است که تأکید میکنه بر حمایت نظامی یا دخالت نظامی اگر چینی ها حمله بکنن به تایوان. به خاطر همین این بیشتر از دیگر یک گاف است، یعنی نشان میدهد که اون صحبت هایی که در اندرون کاخ سفید، در اندرون شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی در داخل کاخ سفید میرود، بنابر این است که تعهد ایالات متحده تعهدی است نظامی و تعهدی است برای دفاع کردن از تایوان. نکته دوم، سفری که الان آقای بایدن در اون سفری میکنن در آسیا با متحدین کلیدی و اصلی ایالات متحده است در آسیا علیه چین. درسته چین یک قدرتی است که دارد عملا به صحنه میآید، اما ایالات متحده نه تنها قدرتی است قوی تر، بلکه با اتحاد و ائتلافی که دارد در منطقه، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، از اون طرفی که به سمت غرب می‌دوید در شبه جزیره، در شبه قاره هند و کشورهای دیگری که از سنگاپور تا فیلیپین، اندونزی، مالزی و حتی ویتنام دل پری از دست چین دارن، اینا همه حلقه ائتلاف و اتحاد ایالات متحده رو دور چین پنکل می‌کنن. پس چرا دودل، چرا واضح نمیگه که اگر حمله بکنن ما واکنش نظامی نشون میدیم؟ چرا میگن و بعد حرفشون رو پس میگیرن؟ آقای بایدن رو خیلی واضح گفت، گفتش که آیا اگر چین حمله بکنن ایالات متحده پاسخ نظامی میداد. خیلی راحت گفت یس، یعنی کاملا بله. ولی اونهایی که بوروکراتن و در دستگاه کاخ سفید و کنگره هستن، بالاخره بر اساس موازین قانونی باید این رو بیان اصلاح بکنن. آنچه که سیاست چه جمهوری خواه چه دموکرات در 40 سال گذشته بوده، عملا قبول نکردن تایوان به عنوان کشوری مستقل، هرچند دادن کمک نظامی و کمک‌های امنیتی تا دندان، مسلح کردن تایوان از طریق آمریکا، یعنی عملاً چین رو و اتحاد جماهیر چین رو صاحب تایوان می‌دانند به عنوان وان چاینا پالیسی چین متحد. اما از اون طرف تایوان به عنوان متحد بسیار مهم راهبردی ایالات متحده تا دندان، هم از لحاظ دریایی، هوایی و پدافند هوایی از طرف ایالات متحده تجهیز شده. و الان هم نگاه بکنید به آرایش قوای نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده و پدافندش در منطقه اقیانوس آرام، می‌بینید چه تأکید بزرگی است بر دریای چین، دریای زرد و اون منطقه‌ای که عملاً به عنوان تنگه تایوان و تنگه چین حساب میشه. ولی آخه هم چینی‌ها هم تایوانی‌ها وقتی این حرفا رو می‌شنون باید بتونن روش محاسبه بکنن، به خصوص تایوانی‌ها باید بدونن که چقدر میتونن روی پشتبانی ایالات متحده حساب بکنن. وقتی که رئیس جمهوری آمریکا میگه که اگر اتفاقی بیفته، اگر حمله‌ای بشه، ما به صورت نظامی مداخله می‌کنی و بعد کاخ سفید این حرف رو به شکلی تغییر میده،
وقتی رهبران تایوان به این گفته ها نگاه میکنن و بعد تجربیات دیگری مثل افغانستان رو میبینن، چقدر میتونن به نظرتون روی ایالات متحده حساب کنن؟ سه تا نکته اینجا مهم است آقای فرزاد. نکته اول، تعهد امنیتی ایالات متحده به متحد راهبردی مثل تایوان با افغانستان فرق میکنه، حتی با اوکراین هم فرق میکنه. این یکم. دوم، حتی اگر آقای بایدن حرفا رو هم نمیزد، هر رئیس جمهور دیگه‌ای در کاخ سفید بود در قبال حمله چین واکنش و واکنش بسیار سختی نشون میداد. دیگه لازم هم نیست حالا رئیس جمهور بیاد بگوید ما فلان کارو حتما خواهیم کرد. ولی نکته سوم، آنچه که مهم است، بسیاری از منتقدین آقای بایدن فکر کردن که ایشون چه در مقابل پوتین چه در مقابل ژی خیلی کوتاه خواهد آمد. دیدیم اینطور نیست. هم در اوکراین و به خصوص الان جلوی کشوری مثل جمهوری خلق چین، آقای بایدن خیلی محکمتر داره وای میسته و حتی نه فقط تعهد مالی و تعهد امنیتی بلکه تعهد نظامی هم دارد میکند. اوکراین که متحدی است تازه کوچکتر در بسیار وهله کمتر یک نمونه بسیار خوبش هست. تایوان که متحدی است راهبردی و دیرینه تر، ایالات متحده تعهدش هم راهبردی تر است، هم بیشتر و هم از تجهیزاتی که در این 40 سال فقط در این 12 سال اخیر اگر نگاه بکنید ایالات متحده به تایوان داده، این خودش مشتی است از خروار که تعهد بزرگ سیاسی و امنیتی و نظامی ایالات متحده به جمهوری چین، نه جمهوری خلق چین بلکه جمهوری چین که اون تایوان هست دارد. بله، که دولت قبلی است که در اونجا در به شکل تبعیده. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما.